بینندگان گرامی یو اس ایران تی وی، اجازه بدید که از باستان بزرگ با هوای نیمه ابری بارانی با 5 درجه بالای صفر به شما سلام کنم. 5 درجه بالای صفره؟ آره جلیل اومده دوستان. جی جی رفقاش بهش میگن جی جی، مراقب جی باشید. 5 درجه بالای صفره نیمه بارانی. آره جیم جلیل اومده دوباره بماله دوستان، جلیل اومده بماله. جی من دیدم که جی این آقای جلیل مرتضوی این دوباره داره کون ترام میخوره دوستان، دوباره کون ترام دیدی به اون یه بار خورد دیدی مزه میده بهش، خب دوباره داره میخوره. چی شده جلیل مرتضوی؟ جی چه خبره؟ و شب بخیر بگم به هم میهنانم در اون سوی دریاها. من جلیل مرتضوی هستم. میدونیم چه گویی هستیم. امروز شنبه 12 فروردین 1402 خورشیدی و برابر است با اول آوریل 2023 میلادی. امیدوارم در هر جای جهان بر وسیله که ما رو میبینید و یا صدای ما رو میشنوید حال همه شما عزیزان خوب باشه و با خیال راحت این برنامه را دنبال میکنید. دوستان گرامی میدونید که فردا 13 پدره. آره 13 پدره. از فردام جالبه که آره ما میدونید که دوستان گرامی میدونید که فردا 13 پدره. جلیل مرتضوی بی پدر مادره. 13 پدره. خب 13 پدر. خب الان مثلا میگن یه جوری گیر میده به ترامپ، خب که اصلا انگار واقعا 13 پدر یکی از 13 تا پدرش ترامپ بوده. خب داره خبرهای آنچنان آنگوزمانی به چیز میده، به گیری های کانالش میده که خوشحال بشن. 13 پدر رو که عید داریم به پایان میرسونیم، جشن مسیحی ها تازه شروع میشه. جشن یهودی هاشی جلی مرتضوی اورشلیم پست چی نمیشته اون مردمه. عید پاک از فردا شروع میشه تا یک شنبه آینده. تو هم که از مرز پاکی پام ساندی میگن، یک شنبه آینده به ایستر ساندی. ایستر ساندی چیزی با هم واقعا به هم خوردن یه زمانی خوردن به هم دیگه، یه زمانی میخورن به هم، یه زمانی ممکنه آدم ها بخورن به هم و نابینا بشن. از موقع این تقویم ها جوری هستش میبینید که 2 تا جشن در همزمان. به هر حال دوستان در سالی که گذشت سالی که گذشت سال بد بود. سالی بد و از بدم بدتر بود. ای سال بر نگردی جلیل، بری بر نگردی جلیلو اخته کردی، جلیلوش لخته کردی، کلشو تخته کردی. ای سال بر نگردی بری دیگه بر نگردی. هدف جلیل مرتضوی دوستان عزیز، هدف کلی اونایی که با جلیل مرتضوی آشنایی ندارن، این عروسک نازنین و خیلی 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 با نمک جمهوری اسلامی، این هدف اصلش اینه که دنبال چیزه از جوانی، دنبال اینه که بوده یه سری زر و در بیاره جلیل. الان شدیدن 2-3 ساله که دنبال یه کانال ماهواره است، روی هاتبرد میکی این کانال داشته باشیم همه رو بیاریم پایین. ما رو هاتبرد اگه یه دینه کانال داشته باشیم همه رو تو 2 روزه فیتیله پیچ میکن کار رو فیتیله پیچه. خب میخواد بره مثلا یه بغل شهر و همایون و اون مثلا اون ایران آریایی باسته و همین تا مزخرف بگه. خب از وقتی من رو میبینم ایش من این کشفش کردم، کشف کردم یه دونه از همین گیری ها من سوزه بیاد واسه من این لینکشو نبید برای من پرست. اوه چه عروسه کیه، چه نازنینیه جلیل مرتضوی. خب از اون موقع من دیدم تو یک هر 2-3 بعد ماش یه بار گفته مثلا ما اگه به این چیز داشته باشیم، ما رو هات بیاد اگه رو ماهواره کانال داشته باشیم، ایران دوستان دارن این فلش میدن اینا مثلا به در میگفتی دیوار بشن. حالا من چرا میگم گیگیری خره نفهمیدن، باز براش می نوشتن چی؟ درود به شرافت آقای مرتضوی، آقای جلیلی بعضی وقتا می نوشتن. این مثلا کامنتر می خون با بریل، کلی کونه خوش فشار می بود بریلش میگن می خون بعد ذهنتون سرویس چه نمیفهمی. من میگم که کانال ماهواره ای میخوام، بله تو چی باز بگی کانال ماهواره ای بسر ردیف کنه اینجوریه. خب هدف اینه. حالا در داستان این هدف چیکار میکنه مرتضوی؟ جلیل کوره جی
توفقاش میبین جی. این جی میتونه میکنه هر چیزی که این گیگیری ها علاقه من باشن بهش خوب دوست داشته باشن، مثلا قضیه ترامپ خیلی شاکی هم دیگه، از دست ترامپ شاکی هم، پدرش رو نرورده کون برای گیگیری جماعت نده شاش قاسم رو کرد کتلت دیگه. خوب میخوان الان کینه بودن دن دقیق مرگ میشن، یه اینو مثلا بنزن زندان. خوب کیشون میتونم بخورن الان؟ نمیتونم بخوره. خوب این جلیل مرتضی میاد با یه حالتی انقدر غلیظ درباره ترامپ بد صحبت میکنه که بیرون تصور میکنه که باباش بوده، یعنی شوهر ننش بوده، یا مثلا اینو کرده بچگیش ترامپ زده کونه جلیل مرتضوی در رفت کور بوده جلیل مرتضوی، مثلا این برگشته این برگمه کی بود کی بود کی بود کرد بکنم رفت این... یکی بهش گفته آقا این گروه دونالد ترامپ بود اسمش. خب پدر خوش در برده از اون موقع کینه ترامپ به دل گرفت، کونم بود دستش به جایی بند نموده، الان داره تلفی میکنه. این جوری داره به ترامپ صحبت میکنه. گوش چی گفت؟ اسفم که به شما بگم دو عزیز ایران دوست را در سالی که گذشت از دست دادیم. ایران دوست بودن یعنی آشغال بودن، آشغال کلی بیشور بودن نه درک. میگه ایران دوست یعنی یک کونی ایران دوست از تو لفظه اینا، یعنی میگه ایران دوست یعنی یکی یعنی خودش، یکی اینو گیگیری یکی اون پایین واسش من کامنت نویسن. خب وقتی گفت ایران دوست بودن بشاشین توش، یعنی آشغال کله های طرفدار جمهوری اسلامی میگیرن دوست. دکتر محمد برقعی از ایران دوستان خوب عزیز ان شده، همچنین خانم سیمین رویانیان اونم ان شده، هر دو این عزیز در اطراف واشنگتن دی سی زندگی میکردن. چه گویی میخوردن ایران دوستان؟ اطراف ایران دوستان اونجا شریکان زندگی میکنن. جلیل جی چی خوشگله؟ به درک که مورده جالبه که خدمت رو بگم یک سال پیش در همین زمان دکتر برقعی پسر جوان خودش را دست داد و هرگز با این مصیبت سخت و سنگین کنار نیومد، از اون موقع قصه‌دار بود تا مرد. دم مرگش هفته پیش خبر مرگش اومد، نه؟ از اون موقع قصدار بود تا خبر مرگش بود درک. به هر حال به خانواده های این عزیزان تسلیت میگم، روحشون در قابلمه اومده، روانشون شاد و یادشون گرامی، روانشون شاد. و اما دوستان امریکا خب حرکات گردنش به هم ریخت. این چی گفت دوست؟ همه شد خبرهای مرتضوی همه از این دست هست، از این دست خبر هست. دوست چیو امریکا به هم، حالا 500 دفعه من فقط شنیدم که امریکا به هم ریخته. دقت کنید امریکا دوستان به هم ریخت، حرکات گردن نگاه کنید. اومد از اون موقع قصه‌دار بود تا این جریان این مرگش هفته پیش این حرکات گردن. به حال به خانواده های این عزیزان تسلیت میگم، حالا میگه گردن میاد شاد، روانشون شاد و یادشون گرامی، روان تو هم پاک. و اما دوستان امریکا به هم ریخت، به هم ریخته به خاطر همین جریانی که ترامپ میخواسته به هم ریخته انجام بده با هوچیگری. ولی با هوچیگری ترامپ میخواسته این جریانی انجام بده. خب ترامپ شوهر ننشه، ترامپ فکر میکنه جلیل باباشه یا اونی که تپون بکنش رفته. بابا اشتباه میکنی جلیل مرتضوی، تو که چش نداری که. خب بهت آدرس غلط دادن، دیدیم که نه نتونست، حالا بهتون توضیح میدم نتونست حاجیگری کنه. قبل از این که به جریان ترامپ بپردازم و مقاله‌ای که در روزنامه در نشریه مکس نیوز نوشته شده توسط ران پال نماینده کنگره سابق از حزب جمهوری خواه، مطلبی داره که چجوری امریکایی‌ها میتونن از سربازای خودشون در خاورمیانه مراقبت کنن. این یک کنایه است و خیلی هم خوب توضیح میده. قبل از همه اینها دوستان خیلی جالب و بامزه و خنده‌دارتر از همه اینا اینه که میدونید که هیچی بامزه‌تر و خنده‌دارتر از خنده های جلیل مرتضوی نیست. جی خنده های جه و خنده های اسبی که دندون اسبیش میزنه بیرون خیلی ایمان همکه. من موندم چطور از جلیل مرتضوی بعضی خوشش نمیاد. اصلا
باید بری تو بحر مرتضوی متوجه بشی بکی اوه چه کمیک سریف جالبیه. فرانسه دچار تظاهرات وحشتناکیه. ببین آمریکا که به هم ریخت، آمریکا ریخت به هم، فرانسه دچار تظاهرات وحشتناکیه. خب ببین دو تا کشور، ببین یکیش آمریکا بود گیگیریاش مشکل دادن، یکی دیگه هم فرانسه است که حالا الان توضیح میده چرا گیگیریاش هم وقت پدرشون در اومده. فرانسه تو مثلا چرا اومدی انقلابیون در ایران رو تو مثلا چیز کردی مهمون حمایت کردی ازش، اینجا رو چهار تا زن اومدن پیش تو اون داستان ها اینه. فرانسه یه خبر داد به گیگیری ها، گفتش که فرانسه هم دیگه داره چیه نابود میشه، چیه به هم ریخته، اونجا به هم ریخته آشوب. الان دو سه هفته است، دو سه هفته است به خاطر این کاری که مکرون میخواسته انجام بده در بالا بردن سن بازنشسته ها. خلاصه تمام فرانسه، تمام فرانسه، اونایی که پاریس رفتن اصلا پاریس پر از آشغاله. میدونی که پاریس پر از آشغاله، بستان عزیز پاریس پر از آشغاله، مرتضوی اکو چه فهمیدی؟ پاریس پر از آشغاله. خب ایران مثلا میخوایم بگیم چی، مثلا نظر سیاسی میگی؟ ایران که همش آشغاله، که همین سیاست مداراش آشغاله. مثلا که ادعاش همیشه اینه نسبت به کشورهای با قول خودشون جهان سوم، اونجا همه چی دموکراسی و آزادی و اینجور چیزها. روزنامه دیلی میل گشته پیدا کرد این چی چیزی گفت روزنامه دیلی میل چنون نینجی کلر میدن جلو تلی بنامه گوشتنی خیلی زیبا باش همیشه اینه نسبت به کشورهای با قول خود جهان سوم، اونجا همه چی دموکراسی و آزادی و اینجور چیزها. روزنامه دیلی میل سه چهار روز پیش مقاله‌ای داشته از پاریس، پاریس که یک خانم 50 ساله ملوی فرانسوی اومده در شبکه اجتماعی خوش لخ کرده، شبکه های نمیدونم توییتر بوده یا فیسبوک، می نویسه که فرانسه پر از آشغاله. چرا؟ چون رئیس جمهور ما آشغاله. خیلی جالب بود، گشته یه خبر پیدا کرده که خیلی کلش چون آشغاله، جلیل مرتضوی چون کله آشغاله، آشغال کله است، میگرده دو مثل کلمه آشغال رو سرچ میکنه، خب میرسه اینجا هرچی پیدا میکنه، بقید دیگه یه دونه خبر گیگی پسند پیدا میکنه. خانومه مثلا 50 ساله دیلی دوز چی بود؟ راشکون این اومده فرانسه پر از آشغاله چون رئیس جمهور ما آشغاله. الان توضیح میده جلیل لاشیکون جی با رفیقاش میاد بیرون، رفیقاش میگونن جی بهش مقالاش جی مراقب باش، مراقب باش جی، اوتوبوس اومد، جی رفتی اوتوبوس لعن شد جی، چقدر بهت گفتیم دست ما رو بلن کن، مصیبت برای این چیزاش رفیقاش وقتی میری بیرون، یه اصلا یه سبیلی شو بازی موقع نمیره لاشیکون تو کونشه، این مصیبت جیمون رو ده باشی من باید نرو. ما پرزیدنت آشغال داریم، همین یه مطلبی نوشت. ما چی داریم پس؟ ما انگوزمانی بسیار، اصلا ایسی اون برای آشغاله، ایسی اون برای آشغاله، ما انگوزمانی پرفکانی آت آشغال داریم، جدوی از اون فرانسه رو یه دونه آشغال داره، ما رهبر تو سیباز آشغال داریم، آشغال تو سیباز. دیلی میل در این مقاله می نویسه که اون شب ساعت 10 شب اون شب این مال بیدون برگردن خیلی جالب بود، اون شب ساعت 10 شب ما پرزیدنت آشغال داریم، آشغال باباته، همین یه مطلبی نوشته. دیلی میل در این مقاله می نویسه که اون شب ساعت 10 شب پلیس میره در خونه ایشون، در رو میزنه، خانم تا در رو باز میکنه بلافاصله دستگیر میشه، خانم رو میبرن میندازن به زندان. آخ چقدر علکی میگن بس دموکراسی، خانم میشین از وزارت اطلاعات فرانسه اومدن بده بگی گیری ها میگه دومی ساعت 10 شب زنگ میزنن بلکت در رو باز میکنن میرن تو، خانوم رو میگیرن قپوی با گیسش رو میکشن تو ونه، تو ون نزانانه جنی منتظبی خیلی
میدونی فجی دست که میدانه دیدن زندون چرا؟ به رئیس جمهور گفته آشغال. خیلی عجیبه، حالا این اتفاق نیفتاده بود. جلیل، جلیل، حالا به خاطر این؟ بله در همین فرانسه. حالا تمنم تفقه نمیدیم این خنده داره، نه که این تفلک رو گرفتن به خاطر آزادی بیان یه چیزی گفتن، نه به این خاطر که واسه چی خنده داره تو اونجوری اسبی خندیدی خوشگله اون تفلک تو زندانه. نه خندم اینه که سه چهار تا از این زنای سلیته به قول معروف مثل معصومه علی نژاد قومی کلاه و نمیدونم کی و کی، حالا اون سلیته نه، سه چهار تا از این زنای سلیته هر کی هر لقبی که به ننه جندش بوده، جی ننشم دیگه نسل یه خارگسته، خب هر چی لقب روی ننش بوده میذاره روی این زنه. سه چهار تا از این زنای سلیته، خب خندش از اینه. دیدی گوزو به شقیقه چجوری رب داد؟ دقت کردین؟ کار جلیل مرتضوی کندخار همینه. خب تارگتش هم تارگت زده برای چی؟ ماهواره بگیره، یک کانال بگیره رو ماهواره. همین بدبخت فرنگ زده جلیل کوره، جلیل کوره. سه چهار تا از این خانمایی چیز رفتن کجا رایی میگه بودی؟ بگو 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 مثل معصومه علی نژاد قومی کلاه و نمیدونم قومی کلاه دو سه زن دیگه نمیدونم نازنین بنیادی کی بوده یادم نیست، ولی معصومه علی نژاد قوم کلا یادم رفته بودن پیش مکرون، عریضه برده بودن که از این اختشاش زنا در ایران حمایت کن. زهر مار این میگه مار یه دونه لگت تو صورتت بخوره دیگه، مردشی مونده یه قفته ببره. چه حرکتی بود کردی؟ مرتزم یه آشخال کله این چیزی پس کسافت میشونه کنم نگات کنی؟ مکرون هفته میشه مکرون عریضه برده بودن که از این اختشاش زنا در ایران حمایت بزن تو دهنش کسافت بیشور آفرین از اختشاش بود نه؟ این اختشاش نه؟ کسافت عوضی؟ یعنی اونجا چون مرکز آزادیه و خیلی هم فرانسوی ها بقول من بونجو بونجو چرا لیل مرتضوی کومیدیانه برای خودش خارکسته بونجو مینو بگم با تو اینا چیز میکنم خیلی باحاله. من آیا الان هرچی گشتم از دوستام خواستم ببینم آیا همین سه چهار تا زن در مورد این خانم فرانسوی که یک کلمه نوشته بود رئیس جمهور ما آشغاله، اونم در شبکه‌های اجتماعی اعتراض میکنن که آقای مکرون چرا این و این آزادی بیانه، این که نیومده تو خیابون. این اتفاق بعد اون جریان افتاده، خب حالا اصلا قبلش هم افتاده باشه این کونیه چی نمیگه، این جریان باید تو ذهن اینا باشه. خب بگن آقای مکرون مثلا رفتن چی گفتن، مثلا جای قومی کلا و مثلا با یادی اونا رفتن مثلا به مکرون انگاری گفتن که تو که این همه آزادی رو توی فرانسه دنبال میکنی، تو که این همه پسر خوبی هستی آقای مکرون، تو که دوست دخترت مثلا بخواد چند سال 60 سال بزرگتره، تو که اینقدر خانم رو دوست داری، اینقدر عاشق خانم رو هستی، تو بیا مثلا میگون به ما می نگاه کنی عریضه بردیم مثلا کنیم این حرف زنه؟ گفته اگر اگه شما میگی نمیگینه اعتقاد نداری، همین حرفی که تو الان گوه خودی داری میکنی، من گفتن شما اگه اعتقاد داری آزادی بیانه و رابطه هم دارید با اون کونیه جمهوری اسلامی، این نگاه کن. خب چرا تو الان چرا این ارتباط داری، چرا میدی میگیری؟ من بودم این سوال میپرسیدم. خب مکرون کنی تو اون بلک باکس اون هواپیما رو گرفتی خارکسه، خود دیویارشو در رو بودید هم میگوشه یعنی داری دیگه، چرا چون داری میخوایشون سایشم در درد بستی چرا؟ خب دقیقا حرفه یه قومی کلا با بقیه همین بود دیگه. آره این چی داری میگه؟ میگه عریضه بردن بشه اون این کونی این چی داری میگه؟ متضبیه باید بزنه، نیومده ماشین رو آتیش بزنه، پلیس درگیر بشه که چی میگه این شما آشغاله، اونم در شبکه‌های اجتماعی اعتراض میکنن که آقای مکرون چرا این و این آزادی بیانه، این که نیومده تو خیابون داد بزنه، نیومده
ماشین رو آتیش بزنه، پلیس درگیر بشه، نیومده ساختمان ها رو آتیش بزنه، همون کاری که در ایران میکردن. ای مادر نبی جلیل درفت و کونه، یعنی خالکستر از توی کروغلی هست؟ تو پدر سگی میناموز چشتشتی چی کار میکردی؟ جلیل درخت تو کونت، هرچی درخت نزدیک خونتونه تو کونت. خیلی عوضی هستی. ماشین آتیش بزنن تو ایران آره؟ توی چهار پنج ماه زنهای ایرانی ماشین آتیش زدن ششون داره بردی؟ آره خالکستر؟ جلیل جی مادر مثلا ما رفیقای جلی مرتضوی میگن که برابرش بهم پرسجو کنی میگن جی به ما گفته که مادرش هم جنده است. یه بار ما ترامپ ها میره ما مادرم قای انتقام هم ترامپ بگیرم ننم گایده. زن ها تو ایران چیه کردن؟ تو ایران آتیش میزدن جامعه رو نهم میکردن اختشاش میکردن نه؟ بعد چششون رژیم در آورده یه مال اینه بوده نه کنی؟ یه دونه ماشینی که آتیش زدن شما بده ببینم یه سرنشون. خب این خانم فقط یک کلمه نوشته که رئیس جمهور ما آشغاله. آیا این زن ها اعتراض کردن که بگن آقای مکرون این چی کاریه که دستور دادی این خانم ولوری 50 ساله تو فرانسه رئیس جمهور دستور میده که خانم حالا این موضوع چی بوده؟ اصلا نیازی نیست به سرچ کنی که این موضوع چی؟ چون گیگیریان دیگه طرفداراش طرفداره این بی‌ناموس کندخواد گیگیری هست. زنه خودش داره میگه 50 ساله تو فرانسه رئیس جمهور که دستگاه قضا مستقل رئیس جمهور نمیتونه فرمان بده. خال کن سخر از همین اینقدر بیشوره دیگه جلیل مرتضوی اینقدر بیشوره نمیتونه دستور بده بپنیم این وسکیل کنین. خب وقتی اگه این کاری کرده که کرده یعنی چی؟ یعنی شکایت از این خانوم که اومده به لقب آشغالو داده کاملا حقیقی از شخص حقیقیه که رئیس جمهور اینجا شخص حقیقی محسوب میشه. خود مکرون از دادگستری فرانسه تقاضا کرده به این مورد چی بگیرید. چیه این بوتین به شما منش میگفتن این شکایت کرده به خاطر شکایت احتمالا این بوده دیگه. وقتی میگه مکرون دستور نمیتونه بده میگم تو اینجا جزبه اینجا رئیس جمهور فرانسه دیگه شخص حقوقی نیست رئیس جمهور نیست میگه به من میتونه به من این توهین کرده من به من شخصی هر کسی دیگه جلی مرتضی تو کیونی هم بودی میتونستی از پلیس تقاضا کنی که این بری این پیارو تو من توی روزنامه از تو چیز نوشته دیگه مثلا جلیل جی کوره بعد خیلی خالکسته است ننه بابا اصلا بیدنه بابای 13 پدره خب بعد هم بعدی پشت داری به من خب پلیس میرفت حالا رئیس جمهور پلیس رفته چی اینه گفت حالا این میبینی چه گوگوز رو گنبد میکنه یعنی اصلا نیازی نیست بری سرچ کنی این راستانه که چجوری بوده چون نمیرن اون رو سرچ کنن یک شعور ندارن دو شعور ندارن یک نمیرن سرچ کنن دو این جایی منطقی میاد کنی یه میده دیگه این هم یه بود یه بارو نشه و همسن سال این زن هاست دیگه اون هم رفته به زندان همسن سال این جایی چیز قومیکان هاست دیگه 50 سالشه میخواد بسه در صورتی که تو ایران من خودم که ایران بودم حالا قبل از این اختشاش شد ایران بودی؟ آقا تو صف مثلا بانکی یه دفعه صف زیاده مثلا تلر اون کارمند بانک هم مثلا یه دفعه صف زیاده چی میگم بیامر دیگوش کنی؟ خیلی مادمه که جلیل دادی این خانم ولوری 50 ساله ولوری سن سال این زن هاست دیگه چراغ ولور بوده اونم رفته به زندان در صورتی که تو ایران من خودم که ایران بودم حالا قبل از این اختشاش شد آقا تو صف مثلا بانکی یه دفعه صف زیاده مثلا تلر اون کارمند بانک هم مثلا یه باجه دو باجه بیشتر باز نیست صبح اول آقا چی فوشایی بر علیه رئیس جمهور میزدن چی فوشایی بر علیه رهبر میزدن همینجور جلوی آدم آدم دو آدمی کسی اونا را نمیگرفت خب خالکست خرمه میچنه بیشیوره مرتضوی جی خب بیشیوری دست همینجا میزن بیرون دیگه چند نفره بخوام بگیرن تمام مردم ایران با دارم پاش میدن خودت تو الان ریدی به خودت یعنی تو جمهوری اسلامی این همه میگیم طرفدار داریم مردم نمیگیم مردم بیستاده بهمن اومدن تو خیابون پا خالکست الان ریدی تو حرفات که اون میگی من ایران بودم پیش از این اختشاشان توی بانک تلر مردم بلند بلند دارن به رئیس جمهور رهبر پوش میدن یه تن کسی دوتا نیستش که یعنی همش بود ما اونه که اومده من میستوری به همه گفتی به کوری چشمه شما برانداز ها این اونا کی هست خواهد کسی اون تو بانک نبودن
ببین خودت ریدی به خاک خودت، ریدی علک و تمام سراخشو گرفتی. مرد چی رو تو بره مرتضوی؟ مرتضوی؟ وشک پرداز قوی کوروغلی جلگوره؟ جلگوره؟ اینجا هستش که دوستان دیدی خواه دیدی؟ ما ایرانی ها واقعا آدمای بدبختی هستیم که ما ایرانی ها آدمای بدبختی هستیم. بدبختیم دیگه وقتی جلیل کوره، یعنی یه دونه بمالمون اینجوریه، این میره اینجوری میماله، کارش از هم ماریدنی، بوسه زدن به پشم و تخم ملا. برای چی؟ برای دریافت یه کانال محوری روی خط برد به نظر بزنی. با مدعا هوای را تشخیص نمیدیم. آها، اما فکر ترامپیه دیگه، ترامپ هم اینجوری فکر میکنه. ترامپیه نه، ترامپتیه، اونجوری فکر نمیکنه، میتپونه. ترامپ رسما اعلام شد که سه‌شنبه دستگیرش میکنن. دستگیرش میکنن، خب دستگیرش میکنن، دستشون به کیره ترامپه، خب چیکار میکنن؟ دستگیرش میکنن، چیکار میکنن؟ دادگاه و اونجا وقتی انگوش نگاری کردند و اینا، یه انگوش میکنن کونه جلیل مرتضوی، بهش ابلاغ میشه که آقا این ادعاها بر علیه توه، به این مدرک، به این مدرک. آها. آیا گناهکاری یا نه؟ اونجا ایشون جره و ترامپ هم میگه آقا من گناهکار نیستم، من گناهکار نیستم آقا، این یرو اومده ننه یه جلیل مرتضوی این کوره رو، این کونیه که میشین از خمینی تو سیبازده به دستک این چیز میکنه، داره تبتری میکنه، نه نشو گریدی، خب این کور به دنیا اومده، این چشم کوره، این اغده این شده، این به نفذت خدمت با چی کور ندارم که آقا، این بعد من اومدم، من یه دسته دارم، من ننه اینو فقط قیدم نایمی، بعد آماده ریختم تو اینو ننشو قیدم، خواهی بفور ننش جزره دیگه جلیل مرتضوی. حالا میگه من تو بس انداختی، آقا من تو واقعی میگونه هم اینجوری میگه، این ترامپ اینجوری میگه، یا میگه آره یا میگه نه، که به احتمال قوی میگه نه. بعدن قاضی دستور میده که جاجی یا دادگاه از خودش دفاع کن. آها، وقتش مخاطب چیه؟ خب چی خیلی به شما میرسه؟ چی شوتی میخورین؟ مثلا این مهمی که شما دارین کنه تو آتش میگیره، شما گیگیریه مادر قبی، شما بسیجی کنده خار توی کنت آتش میگیره، اون مسئله مهم و تخمه داشت ترامپ هم نمیتونم بخورن عزیزان من. اون مسئله چیه؟ زد کتلت رو ساخت. چه کتلتی این دخت مایتابه؟ حالا جالب دوستان، سه روز یا دو روز قبل از اینکه اعلام بکنن دونالد ترامپ دستگیر خواهد شد، جاج اندرو پیناپولیتانو، جاج اندرو، جاج یعنی قاضی، معنی کنم واسه گیری، جاج اندرو پیناپولیتانو تماس میگیره با جی مرتضوی کوری کوریانو چی بهش میگه؟ مقاله مفصلی نوشته. آها، مقاله مفصلی نوشته، اول خوندی؟ در روزنامه دست راستی واشنگتن تایم، که از طرف دارای ترامپ، یعنی تو از ترامپ دفاع میکنه. روزنامه دست راستی واشنگتن تایم، دست راستش چی؟ جاج اندرو پیناپولیتانو رنگ میزنه به کوری کوریانو، قاضی بازنشسته دیوان عالی دادگاه نیوجرسی بود، همشهری علیرضا سلیمانی خودمون. الان بازنشسته است، مفسر فاکس، استاد دانشگاه، 7-8 تا کتابم در مورد قانون اساسی نوشته. هر چیزی که ایشون در رابطه با قانون اساسی امریکا بنویسه، من با جان و دل میخونم برای اینکه یاد میگیرم. اینی که گویا نشه، هر چیزی که ایشون نوشته من با جان دل میخونم. با جان و دل تو نمیخونی که داشت کمپوتو با انگشتات داری میخونی. یعنی نتیجه میگیم که این پیلا پالاتانو خارکسته کوری کوریانو چرا ما باش بهش علاقه داره؟ برای اینکه امی آدم خارکسته بیشی بوده، یه منه بیناموس کندخاره، اینه بقیه گیری ها، اینه بقیه طرف داره اون جبهه تو سیواز، یه چیزی مثل اون هست تو امریکا، درسته؟ آره؟ مگر این طرف داشته میشد که دیگه از این بهتر نمیتونه باشه. کارشناس از این بهتر نمیشه. نمیشته بود که این هارت پورتایی که دونالد ترامپ داره انجام میده، همه اینها چرت و پرته. بابات چرت و پرته. بعد می‌نوشتیم بابات چرت و پرته. خب ببینید گیگیریا واسه چی کنده خرا کنده مرا. خب شما مسئله اصلی ترامپ بالا بگیرم زده کرده توش دارید مردم چیزش دیگه، قول مردم زندان هستن، این حرفا زده توش، پولش هم داده، حالا ننه یه جلیل داره دبه میکنه. خب
میره زندان. ولی اصل کاری اینه که شما تخمشو نمیتونین بخورین، زده اون به قول خودش اون سان آف دی بیچ. من این سان آف دی بیچ، من این سان آف دی بیچ که پم به کناری جدی میذاشتی گنده خر شش قسم، من این زن کشتم. انش که خوب کاری کردم، خوب کاری کردم، بسوزید بترکی گیری اشکال کلی آیه علی توسی باز. من نکید میرم زندان برای یک کتن میرم زندان. من بکنم رسی عمری امریکا بکن بودم زنم توش دیگی. آقا گریا بشورا نفهم این رفت شما بده کنیه قرکسته بعد این سای توسی میرم تو خیام فاطمه خونه گرفته برش میرم رب رب میرم رجا کنه میده بله باسه مبتل اینقدر برش مهم میبینی کنه کنه میده لاشه کن کدومشون زایی است. من که بکنم اونی من بکنم رفتم چی بخاطر این شکایت کردی ننی چی متصبیم شکایت کردی پولم گرفتی زنی که جنری بذار من بخاطر کردن دارم میرم زندن. اگه خالی خام من نیه تو سی باز بی روز بگینم بخاطر دادم باید برزندن چی کنه ای بود جدی مرد سبی. این فقط یک فقره از اتهام بر علیه ترامپ در نیویورک. بقیهش مثلا بچگی هاش که با داشتن که باید در خونه بده جنگ مرتضی خب همون نوجوانی کونه خب مثلا یه نفر اومده تپونده توش رفته یه نانجیبی هم گفته این اسمش دونالد ترامپ بود. از اون موقع تا حالا بالکن این ترامپ نیست. اینجوری دیگه مهمتره دو فقره ایشون در دادگاه فدرال باید حاضر بشه، یکی به خاطر اون 6 ژانویه که تشویق کرد ادعی را ریخت برای کنگره حمله بکنن 6 نفر کشت. خب پس 6 نفر کشت باز بگی گیری ها ربطی نداره به شما کنی ها گیری ها ربطی نداره. اون یه فقره دوم که مدارک خیلی مهم سری دولت سوپر کلاسفاید نوشته بود. ایشون به چه مناسبتی برده بود با خودش به خونه شخصیش؟ به مناسبت این که تخم داره اندازه هندونه برده بود به تو چه؟ پس این فقره دوم و ستون فقراتت بیاد پایین منتظبی بمیری الهی جی خدا نکبت خدا نفلت کنه جه که صافت. پس فقره دوم هم باز به شما گیری ها ربطی نداره همچنان. پس اگه بره زندان هم شما کنسوزی رو دارید به خاطر شاش قاسم نمیتونه ما همه تشمیقش بکنه در مرد کرمی کنی داری کشتی آفرین ترام ترام پشیر دله خب تخت داره اندازه کلت جلیل مرتضوی جه یا کچه. و قبلا هم ازش خواسته بودن گفته بودن نه ما یه هم چیزی نداریم و فلان تا اینکه بیایی ریخت پیدا کردیم یه مده مدرک چهارمش که به وزیر کشور ایالت جورجیا زنگ زده بود گفت نمیتونی چند تا رای دیگه پیدا کنی که نذاری دموکرات اونجا ببرن رای پیدا کنی دیگه نگفته بسازی که مثل احمدی‌نژاد مثل خامنه‌ای تو سیباز خب اونو میسازن همین پیدا کنی بعد اون تقلب این گندگی بایدن گوزو متقلب بود همه آمریکا قرمز بود نقشش یه دفعه صبح بلند شدیم بیدیم این گوزو آبیه برنده شد درخت و کونت من فهمیدن دیگه بعد چی علتش همون داستان چیز بود داستان شاش قاسم بود زد گیری این دستان بزرگ این دروی دستان بزرگ کشت دیگه خیلی بشه بشه بود. حالا اومده توضیح داده جورج اندرو پینپالوتانو خیلی جالبه بهش توجه کنید دوستان میگه اگر دونالد ترامپ با این پونستار استورمی دانیل فایشه دیگه حالا اینجا یه مقدار جورج اندرو پینپالوتانو خیلی جالبه بهش توجه کنید دوستان میگه اگر دونالد ترامپ وقتی با این پونستار استورمی دانیل فاشی دیگه حالا اینجا یه مقدار الفاظی به کار میبرن که مثلا این خانم هم مثلا فجه فاشی هست دیگه کارایی میکنه که مثلا نه یه آدم مرتضوی میکنه دیگه درست میگم نه بابا که نداره اصلا از زیر بوته به اول اومدیم جی از زیر بوته یو زد بیرون نه شب یه کارایی میکنه دیگه حالا همون ننه هی این بچه سر راهی کورو بخواد بنوزه به ترامپ درست حسابی
که دارای اصول اخلاقی باشه، خانواده دار باشه. این خانم خانواده دارم نبوده. تو هستی؟ من کاری به این خانواده ندارم. تو خانواده داری؟ بازم خانواده علیزه؟ تو به شیشه نوشابه بوتی نوشابه این خانواده خالکسه؟ جای مرتضوی؟ جلیل کوره؟ اینو از قول جاج پیناپالوتانا میگم، در مقاله واشنگتن تایمش مینویسه. میگه که با این خانوم خوب روابط جنسی داشته. بعد وقتی برای روابط توسی میخواستی داشته باشه با این آقا، آره روابط جنسی با این خانوم داشته باشه، میگم داره به چه کار افتی؟ سرشو بگیر نه موهاشو بگیر نیفتی جیجه مرتضوی جی؟ سر موهاشو بگیر نیفتی، نه بر سر کن افتی، چه شد کوره میفتی جیجه مرتضوی؟ ریاست جمهوری شروع میکنه در مبارزات انتخاباتی شرکت کردن دونالد ترامپ، این خانم وقتی میشنوه ای این همون بوده مویدم آمش میشه معلم یه هم این همون بوده همون. من که این سر راهی من گدهی میکردم باش، من خودم بذارم خب این کروغلی هم که کینشو به دل داره، بریم بیام بچه توی این آبو تو ریختی. میدونم ایشون با من خوابیده، زمانی با من خوابیده که زنش هم تازه پسرشو به دنیا آورده بود. زنش تازه پسرشو به دنیا آورده اومده خوابیده. خب نمیشه دیگه. خب میگم که زنی یا زنی که تازه زایمان کرده باشه من نه تو رو گیده. خب پولش داده چه جنین مرتضوی چه نایانتی. خب میگه وقتی میفهمن بلافاصله دونالد ترامپ به وکیلش میگه که برو پول بده، که میگه برو یه پولی بده به این دانه کوره، این جلی کوره این جایی هست این اونقدر بده به من آقا، این کوروغلی کچل بی خاصیت بود همتدا نشون نگاه کن این جی این جی کنی ایوانجلیس هم خواهم نزم به من، برو یه پولی به این کنده بده بگو آقا دیویاز کنه ندیم، حق سکوت بگیره، این چرت پرت رو نگه تا انتخابات تموم بشه. خب ایشون هم از طرف دونالد ترامپ میده $130,000 میده. آره. این خانم هم هیچ ولی جلیل میگه مندنش میگه ما این کمه ما همه اینا بزنیم رو هم باز پولی نمیشه من چشم عمل کنم، من مهمتر از چشم این جمعه خواهی میکنن معامله داشته باشم، باز نمیتونم بخرم یه ترس مونده، باز من نمیتونم یه فیکاس داشته باشم، بگو بیشتر بده بابامو گوشتر بده. میگه با انتخابات تمام میشه، میگه اگر دونالد ترامپ عجیب خودش این پولو میداد هیچ کی نمیتونه چیز بگه. عجیبی چی داده؟ میگه ایشون این پولو داده و از مالیاتش هم کم کرده، یعنی در حقیقت باید پول دولت دیگه باید مالیات میداده از اون و اینو گذاشته که این جزء مالیات به حساب من هزینه حقوقی کردم. درست میگه هزینه حقوقی کرده دیگه. ببین چه زرنگی کرده، گذاشته تا دسته درتون. خب دمش گرم ترامپ شیرده دیگه، پول وکیلشو خب هزینه وکالتشو $130,000 رو خب نوشته پای تنخواه. خیلی کار قشنگی کرده، مهم نیست اصلا اینا، اصلا برای ما مهم نیست، برای ما کار زیبای کلکتتسازی ترامپ شیردل بسیار اهمیت داره، در صورتی که هزینه حقوقی در کار نبوده نبوده و چون اونو به حساب شرکتش داده و از مالیات هم برداشته، اونجا میگفت غیر قانونیه، به این خاطر اینو دارن میبرن دادگاه، نه به خاطر اینکه ایشون با یه فاحشه خوابیده. و برگردیم اون فیلم خود من رو ببینیم که درباره فاحشه صحبت کرده بود اونجا، یعنی مرتضوی کامل نگرفته مطلبو، فقط میخواد بیا سریع یه چیزی یه خبر مجدگانی بگیری یا بده که مشتلق رو بگیره. خب مشتلقشون چیه؟ کانالی که گفتم متونه شورشون نمیرسه دیگه، گیری یا نمیفهمن کار خد، چند بار این بدبخ واضح گفته که من کانال محباره اگه داشته باشم میتر کنم پیتیله پیچ میکنم همه رو میگرم پایین، که گیری ها باز نوشتن درود بر شرافتتون. خب احسانش با هم روزی اه ایشون چون چند نفر هم بخیر گفت و نمیده بود به ما رفت کنیتون بگیم یه کانال محباره من بده من بتر کنم این تمام حرفش هم اینه. پول داده اگه عجیب خودش میداده که کاری باش نداشتن. وقتی جاج اندرو پیناپالوتانو خیلی ساده قانون رو برای من تشریح کرده دیگه مسلم این بابا گناهکاره.
این از پینا بلاتانو چون قانون رو تشریح کرده برایش کوری کوریانو خوشش اومده. حالا اینجا پرندز باز میکنم در مورد این خانم بگم. ببین دلیل این که این خانم عصبانی شده اومده این کارا رو کرده، دلیلش من بگم درش این بوده که تو سر رایش قرار گرفتی، خب یکی تو رو انداخته بهش، تو زایده اصلا، دلیلش اینه که تو رو زایده، بچه کور زایده مونده رو دستش، گوه که من چیکارش کنم، کجا بتپونمش؟ اینقدر استعداد نداره که یه آکاردئونی بدم دستش بزنه، مثلا سلطان غرفه رو تو آمریکا بخونه، پولی جمع کنه خارکسه جلیل، اصلا به بال گردنه جلیل جی. میگم باید با فاشه ها در نیافتید، اگر قولی به اونا دادید باید انجام بدید. ببینید نه پوزخند میزنه، یه طرف ببین با ننه من نباید در میافتدی، خب اگه پول زدی خب دیگه پول زدی دیگه، ترام ننه من بذاره خودم هم کنده خوارم. این دیگه مدرک دونالد ترامپه. دونالد ترامپ اون زمان ننه تو کرد، این مثلا شاید 10 سال پیش بوده دیگه، 10 سال پیش کار کرده، تو 11 سالته یعنی تو 11 سالته، یعنی خواهد کنی میگیم دروغ داری میگی مثلا ننه تو نیست، خب ولی چون کارش این بوده یکی این فیلم کنه ننه اینم کرده، خب یعنی فیلم کنه این به بغض و کینه ای که جلیل مرتضوی نیست به ترامپ نشون میده، بغض و کینه ای که آدم فکرش میره سراغ این که ننه اینو کرده دیگه، یا بچگیش خود جلیل مرتضوی کرده، جلیل هی کورمان کورمان دست کی بود کی بود کی بود، یه دفعه میشه گفته آقای ترامپ بودیم، این اسم مونده تو ذهنش تا ترامپ رئیس جمهور شده، این دیگه پدر خوش در بوده 15 سال پیش بوده، چون اون خانم اون موقع 26 سالش بود، نمیشه که ننه تو 26 سالش بود، 60 سال پس ننه تو نبوده. بعد این خانم رو میاره تو اتاق هتلش، اون در کدوم ایالت بودن نمیدونی، میگه که آره اون موقع دانالد ترامپ یه برنامه تلویزیونی داشت اسمش بود پرنتس، من مسابقه هفته رو اجرا میکرده، ترامپ مسابقه هفته رو اجرا میکرده مثل مرحوم نوذری، این کاغذ ها هستش بوده، بعد به جلیل مرتضوی که رسیده، جلیل مرتضوی مهمون طفل 13 سالی بیشور اومده تو، بعد به هم قبل از دشمنی رسیده ترام باقی باش گفته این 13 ساله این 2 تا چراغش خاموش کنیم، 2 تا چراغ جلیل خاموش کردن دیگه، خاموش مون تا قیام قیامت، هیچ جور نمیده. آره جلیل مرتضوی همونه که مثلا یه دیره بهشون کار میدادن این نگاه میکرد به کارشون گفت you are fired، یه چیزی چرت و پرت من هرگز ندیدم ولی راجع بهش هرگز ندیدم، میگم من هرگز اون برنامه ندیدم، خب احمق بیشور تو چش نری کوری دیگه، بیشور نه فقط اون برنامه ببینی ببین طرفدار تو چه بیشورای نفهمی ان، اینا چی چرت و پرت میگه، میگم هرگز اون برنامه ندیدم، تو هرگز هیچ برنامه ای رو نخواهی دید، یعنی متوجه بشو گم شو، اشغال کله بیشور، شب روزگارتون خوش.